استقبال مخالفان جمهوری اسلامی و خشم تهران از تروریستی خواندن سپاه از سوی کانادا. تروریستی دانستن سپاه پاسداران از سوی کانادا با استقبال چهره‌های سیاسی در داخل و خارج ایران و خشم مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شده است. مخالفان جمهوری اسلامی این اقدام را دستاوردی برای جنبش دادخواهی و دموکراسی خواهی ایران خواندند و خواستار اقدام مشابه اتحادیه اروپا شدند. دیرهنگام‌ترین و کوتاه‌ترین واکنش به این خبر را جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، نشان داد که در حساب کاربری خود در شبکه ایکس تنها نوشت: سپاه پاسداران اکنون در لیست گروه‌های تروریستی کانادا است. میلانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا هم ضمن بازنشر پست ایکس اداره دولتی مشاوره سفر کانادا با هشدار اینکه تروریست شناختن سپاه خطر بازداشت خودسرانه شهروندان کانادایی را در ایران افزایش می‌دهد، به شهروندان این کشور به طور موکد توصیه کرد از سفر به ایران خودداری کنند و یا اگر در ایران به سر می‌برند، هر چه زودتر این کشور را ترک کنند. گارنت جنیوس، عضو پارلمان کانادا، با انتقاد از طول کشیدن تصمیم گیری برای تروریستی اعلام کردن سپاه از سوی دولت این کشور گفت: در سالهای گذشته سپاه قادر بود جمع آوری پول، جذب و همراهسازی افراد برای عملیاتهایش در کانادا را ادامه دهد که در نتیجه افراد بسیاری جانشان را از دست دادند. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای هم با استقبال از اقدام دولت کانادا در تروریست شناختن سپاه در بیانیه‌ای گفت که این اقدام می‌تواند از تبلیغات و فعالیت‌های سپاه در گسترش تروریسم جلوگیری کند و به مردم کانادا این امکان را می‌دهد که برای شناسایی و جلوگیری از افراطی‌گری سپاه ضمانت‌های لازم را داشته باشند. سناتور کولر چندلر، رئیس کمیته مراجع امور خارجی، دفاع و تجارت مجلس سنای استرالیا نیز در واکنش به تروریستی اعلام شدن سپاه از سوی کانادا در حساب ایکس خود نوشت: در حالی که کانادا عمل می‌کند در استرالیا، دولت آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، حتی از بررسی تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران خودداری می‌کند. بهانه‌های دولت استرالیا تمام شده است. سپاه پاسداران یک گروه تروریستی است و باید رسماً به این عنوان شناخته شود. انجمن یهودیان استرالیا هم با انتشار بیانیه‌های ضمن استقبال از اقدام کانادا و با اشاره به اقدام‌های مخرب سپاه در سراسر جهان و اینکه دولت استرالیا ضعیف‌ترین حلقه در غرب در مورد ایستادگی در برابر تروریسم و سرکوب رژیم جمهوری اسلامی است، از این دولت خواست همین اقدام را انجام دهد. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، هم با استقبال از اقدام دولت کانادا در تروریست شناختن سپاه، این نهاد را بزرگترین سازمان تروریستی جهان خواند و بر ادامه تلاش‌ها برای تروریست شناختن سپاه در سطح جهان تأکید کرد و خواستار پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در ارتباط با جنایت‌هایی که مرتکب شده و تروریسمی که در خاورمیانه و جهان گسترش می‌دهد شد. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی هم در بیانیه‌های ضمن اشاره به فساد و سرکوب سپاه از تروریستی اعلام کردن آن از سوی کانادا استقبال کرد و نوشت: بر اقدام قضایی بین‌المللی درباره شلیک سپاه به هواپیما اصرار دارد و افسود: قاتلان فرزندان ایران را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم. حامد اسماعیلیون، از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی و یکی از اعضای انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی، هم با استقبال از اقدام دولت کانادا سپاه را عامل سرکوب وحشیانه جوانان ایران دانست و گفت: این نهاد نظامی نه تنها امنیت ایران بلکه امنیت خاورمیانه و سراسر جهان را به خطر انداخته است. کاوه شهروز، حقوقدان و فعال حقوق بشر، هم در گفتگو با ایران اینترنشنال با استقبال از این تصمیم و ابراز امیدواری برای اینکه عوامل مرتبط با سپاه در کانادا محاکمه و یا اخراج شوند، پیش بینی کرد از این به بعد دولت و نهادهای امنیتی کانادا با سپاه برخورد جدیتری انجام دهند و دارایی‌های مرتبط با آن را توقیف کنند. کایلی مور گیلبرت، زندانی سابق استرالیایی بریتانیایی در ایران، با اشاره به اینکه هزاران ایرانی استرالیایی قربانی ترور سپاه خواستار انجام اقدام مشابه در استرالیا هستند، در ایکس نوشت: استرالیا دیگر بهانه‌ای ندارد. اگر آمریکا و کانادا بتوانند مسیرهای قانونی درستی را برای تروریستی خواندن سپاه پیدا کنند، ما نیز می‌توانیم. علیرضا آخوندی، نماینده ایرانیتبار پارلمان سوئد، هم با اشاره به ادامه مبارزه علیه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت: اگر به مبارزه ادامه دهید، در نهایت به نتیجه می‌رسید. دولت کانادا بالاخره تصمیم گرفت سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.
با تشکر از همه شما در کانادا که برای تحقق این امر مبارزه کردید. مبارزه برای آزادی ادامه دارد. نازنین بنیادی، فعال حقوق بشر، هم در شبکه ایکس با بازنشر پست حامد اسماعیلیون نوشت از او برای تلاش‌هایش برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در کانادا سپاسگزاری می‌کند. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار، هم با تشکر از حامد اسماعیلیون و همه کسانی که برای قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی کانادا فعالیت کردند و با استقبال از این تصمیم دولت کانادا در شبکه ایکس از کشورهای گروه 7 خواست در این زمینه از آمریکا و کانادا پیروی کنند. او در این مورد نوشت: این گام درست در مبارزه جهانی علیه تروریسم است و 700 عضو سپاه که هم‌اکنون در کانادا زندگی می‌کنند باید از این کشور اخراج شوند. عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، هم تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی دولت کانادا را خبری دلگرم کننده خواند و در شبکه ایکس نوشت این اقدام تسلای خاطری برای خانواده‌های همه قربانیان جنایت‌های رژیم و دستاوردی برای جنبش دادخواهی است. شاهزاده رضا پهلوی هم با استقبال از این تصمیم دولت کانادا، اون را گامی مهم اما دیرهنگام برای پاسخگو کردن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و پیشبرد جنبش دموکراتیک مردم خواند و در شبکه ایکس نوشت که اروپا نیز باید همین روند را دنبال کند. در مقابل کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، در شبکه ایکس با محکوم کردن تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی دولت کانادا اون را اقدام خصمانه خواند و نوشت که سپاه مسئولیت پاسداری از امنیت ملی و مقابله با تروریسم در منطقه را بر عهده دارد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه هم در واکنش به این تصمیم دولت کانادا را دولتی تروریستی خواند که در سالهای اخیر سیاست دشمنی با ایران را در پیش گرفته است و از حامیان اصلی گروه‌های تروریستی و پناهگاه مجاهدین و اختلاسگران محسوب می‌شود. دولت کانادا روز چهارشنبه 3 خرداد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد. دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا، در نشست خبری اعلام این تصمیم با اشاره به نقض مکرر حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و همچنین برهم زدن نظم و قوانین بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی گفت این اقدام حامل این پیام قدرتمند است که کانادا از تمام ابزارهایی در اختیار خود برای مبارزه با ماهیت تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده فراوان که من را تا این دم همراهی کردید. لایک، اشتراک ویدیو و سابسکرایب را فراموش نکنید.